اینجا تصاویر قربانیان 4 دهه گذشته به نمایش گذاشته شده است. بنیاد اجتماعی عدالت خواهی افغان می گوید که در این نمایشگاه 8000 عکس به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه قربانیان عکس های 3 خبرنگار رادیو آزادی هر یک محرم درانی، عبدالله هنانزی و سباون کاکر نیز دیده می شود. این 3 خبرنگار در ماه صبر سال روان در سایه شجدرک شهر کابل در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شدند. عکس های 4 دهه اخیر بند کردیم که از دوره خلق و پرچم است، از دوره تنظیم های اشتصاوری است، از دوره طالب است و از دوره اخیر است که عملات انتحاری هم داعش است، هم طالب است و هم بعض جایی که عملات امریکا است کوره هم اینجا به تصویر کشیدیم یا به نمایش گذاشتیم. بیشتر هدف مهمی است که ما صدای مردم خود بلند کنیم، با صدای قربانی ها را بلند کنیم و جنایتکارایی که هنوز هم در قدرت هستن اینا باید به محکمه کشانده شوند و خل قدرت و خل صلاح شوند. تصاویر قربانیان در حال به نمایش گذاشته می شود که امروز روز جهانی حقوق بشر است. شمار از شهروندان کابل می گویند کسانی که در کشور جنایت کرده باید محاکمه شوند. در افغانستان اگر مخالفین افغانستان از اونا از افغانستان، اگر اردوی ملی ما از افغانستان، اگر دولت از افغانستان، ما از دو جبهه مخالف و دولت می خواهیم که به جنگ بس بگن، چرا که از هر طرف که به شهادت می رسد جوانای افغانستان است که بازوی از این ملت قطع می شه، کمر از این وطن می شکنه. به او خاطر بر ما مهم نیست که طالب است، ای داعش است، ای اردو است، ای پلیس است. هر کس کس بچه افغانستان است، از این وطن است، نمی خواهیم که به شهادت برسند. پیش از این نیز شمار دیگر از نهادها خواستار محاکمه مجرمین شدند که در 4 دهه گذشته دستشان در خون مردم آغشته بوده است. افغانستان از جمله کشورهایی است که در 40 سال جنگ گذشته میلیونها کشته و زخمی داده است. از سوی هم دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک خبرنامه گفته است در نمای اول سال 2018 آمار کشته شده ها و زخمیان افراد ملکی در افغانستان بیشتر از 8000 بوده است. حدود 2800 تن کشته و 5000 زخمی ثبت شده است.